هرچند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 24 میزان سال روان خورشیدی را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها تعیین کرده، اما شماره از فعالان مدنی و اعضای ولسی جرگه میگویند که گمان نمی کنند که در زمان تعیین شده انتخابات برگزار گردد. سازمان موسوم به خط نو میگوید با آنکه از عمر حکومت وحدت ملی نزدیک به 2 سال میگذرد، اما تا کنون این حکومت با وعده هایش در راستای اصلاح نظام انتخاباتی عمل نکرده و در این زمینه کدام برنامه هم ندارد. منیجر عضو این سازمان روز شنبه در نشست در ارتباط به سرنوشت نامعلوم انتخابات ولسی جرگه گفت: وضعیت امنیتی و وضعیت اقتصادی افغانستان در شرایط نیست که بتوان انتخابات برگزار کند. و همچنان اصلاحات انتخاباتی در نظام انتخاباتی افغانستان به وجود نامده که خود از این برنامه نشان میده کمک های جامعه جهانی بستگی به این داره که باید اصلاحات در ساختارها و همه موارد نظام انتخاباتی افغانستان به وجود بیاید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی نزدیک به 1 ماه قبل برای تطبیق اصلاحات انتخاباتی برای 2مین بار فرمان را صادر کرد، اما تا کنون از سرنوشت آن خبری نیست. در این حال عبدالقادر زازای وطن دوست یک عضو ولسی جرگه میگوید که بیش از 1 ماه از صدور این فرمان میگذرد و مطابق قانون این فرمان لغو محسوب می شود. از سوی هم شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اراده جدی دارد، اما وی تاکید میکند که با در نظر داشت آمادگی برای انتخابات ولسی جرگه ممکن زمان برگزاری آن به تعویق افتد.